سلام و وقت همگی بخیر. با گزارش دیگه ای از 40 سال ناکامی و شکست رژیم ولایت فقیه بعد از 40 سال دیکتاتوری در خدمت شما هستیم. اجازه بدین که گزارش امروزمون رو با کاریکاتوری از فرود فاجعه بار خمینی به ایران شروع کنیم. کاریکاتوری هست تحت عنوان دیو مرگ و نکبت و تباهی. به مناسبت 40مین سالگرد پیروزی انقلاب ضد سلطنتی، عده‌ای از کاوران هم دیکتاتوری شاه رو با دیکتاتوری ولایت فقیه مقایسه کردند. عکسی هست از شاه و شیخ و فرهنگ چاپلوسی و تملق. یکی خودش رو سایه خدا بر زمین میدونه و دیگری خودش رو نماینده خدا روی زمین، و این وسط هم عده‌ای برای مقام و منصب تملق و چاپلوسی اونها رو میگن. کاربر دیگه‌ای با اشاره به حرف اخره لاریجانی، قاضی القضات آخوندها، در رابطه با اینکه زندانی سیاسی نداریم و مقایسه اون با حرف مشابهی از دیکتاتوری شاه، این واقعیت رو عنوان کرده که گویا هرچقدر که دیکتاتورها به زمان سرنگونی نزدیکتر میشن، فرهنگ و لغات اونها هم شبیه همدیگه میشه. یکی از شواهد شکست و ناکامی رژیم ولایت فقیه که کاربران از اون نام بردن، سیاست صدور بحران و تروریسم که در واقع تاثیر اون در داخل ایران فقر و گرانی و تورم هست بوده. کلیپی رو با هم می‌بینیم از دخالت‌های رژیم در لبنان و برگزاری سالگرد دهه زجر در لبنان. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمدلله امروز یک مراسمی رو به عنوان شروع دهه فجر انقلاب اسلامی و 40مین سال روز پیروزی انقلاب اسلامی در نمایندگی جامعه المصطفى العالمیه در لبنان داشتیم و الحمدلله با حضور نمایندگان مجلس، مسئولین حزب الله، سفیر و رایزن فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در لبنان و مسئولین نهادها و مؤسسات علمی، طلاب و اساتید حوزه برگزار شدند. یکی از دستاوردهای این انقلاب شکوهمند اسلامی ایران تأسیس جامعه المصطفى العالمیه است به عنوان یک دانشگاه بین المللی اسلامی. یکی از نمایندگی های جامعه المصطفى نمایندگی لبنان هست که بله، این فقط یک نمونه از قاضی چپاولی هست که از سرمایه های ملی و مردمی میشه به جیب دخالت های تروریستی رژیم و ورودمون در منطقه. کلیپ دیگه هم منتشر شده از قم و حرم حضرت معصومه که رژیم تبلیغ میکنه برای گرفتن کمک مالی از مردم برای کمک به تروریست ها در یمن. برای مقابله و ریش کمی آل سبون امانت کنیم. انشاءالله به ازن الله امروز بیش از 11 میلیون محتاج کمک های بشر دوستانه ما مسلمانان هستند. از بیایی به تأثیر از بله، وقتی که این واقعیت رو در نظر میگیریم که مردم کشور خودمون از اولیه‌ترین نیازها محروم هستند و برای سایه‌ترین چیزها مجبور به حتی فروش از بدن خودشون میشن، این سیاست کثیف، واقعیتش و وقاحت رژیم بیشتر از قبل هم روشن میشه. اما این وضعیت اقتصادی و اجتماعی به قدری بحرانی شده که اعضای مجلس رژیم هم از ترس سرنگونی و از ترس به قول خودشون تبدیل شدن بحران‌های اجتماعی و اقتصادی به بحران امنیتی و یک چالش امنیتی، هر بار در مجلس به گوشه از این فاجعه اعتراف می‌کنند. کلیپ جدید منتشر شده که با هم می‌بینیم. مردم شاه را از کشور بیرون نکردند که برخی از مسئولین در نظام جمهوری اسلامی برای خود زندگی شاهانه در لواسان و شمال شهر تهران ترتیب دهند و فرزندانشان را به سوئیس و کانادا بفرستند. گوش از سفره مردم حذف شده است. چرا دولت تأمین گوش به قیمت مناسب را برای ملت ندارد؟ آقای روحانی، گوش که دیگر حذف را فیلترینگ نیست که به قول خودتان دست شما نباشد و مقصر دولت پنهان باشد. سوء مدیریت، دهنکدی به قانون و بی‌تدبیری دولت‌های مختلف باعث شده بحران آب در کشور از یک بحران زیست محیطی و اقتصادی تبدیل به یک چالش امنیتی شود. بله، اجازه بدین که کلیپی در رابطه با همین ادعاها و اعترافات این عضو مجلس رژیم ببینیم از صف طولانی مردم برای خریدن گوشت یخ‌زده در کاشان. جالبه که به مناسبت دهه زجر فقط کیلوی 1200 تومان کاهش قیمت تعیین کردن.
کلیپ دیگه هم هست از همین 15 بهمن ماه در مترو تهران، مترو پایانه جنوب، نمادی از میلیون ها کودک آواره و کودک کار که در ایران وجود دارن. اما در مقابل 40 سال جنایت رژیم و 40 سال فقر و تورم با این روبرو هستیم که چنین پست هایی در فضای مجازی این روزها زیاد دیده میشه. بعد از 40 سال اعدام و شکنجه، بعد از 40 سال غارت سرمایه های مردم و 40 سال دیکتاتوری، فریاد مرگ بر خامنه ای هر روز تکرار میشه. و گزارش امروزمون رو اجازه بدیم که با یک ادعای جالب از احمد توکلی، عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام آخوندها به پایان ببریم، که گفته هر کشور دیگری به جای ما بود با بلایی که مجاهدین سرمان آوردند سقوط میکرد. به نظر میرسه که رژیم داره سرنگون نشدنش رو جشن میگیره، اما به قول کاربران فضای مجازی باید منتظر بزرگترین بلا و سقوطش و رهایی مردم ایران باشه. امیدوارم که گزارش امروز مورد توجهتون قرار گرفته باشه. تا دیدار دیگه و فرصت آینده، خدا نگهدار همه شما.